امروز به افتخاری 75 سالگی روز غلبه در جنگ بزرگی وطنی سالهای 1941-1945 اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در پایه لوحه یادگاری باغ غلبه پایتخت گلچنبر گذاشتند. در این مراسم پیشوای ملت محترم امام علی رحمان رو رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی همراهی نمودند. گزارش همکاران ما. 9 май асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ифтихори 75-солагии рӯзи ғалаба дар ҷанги бузурги ватании солҳои 1941-1945 дар пояи лавҳаи ёдгории боғи ғалабаи пойтахт гулчанбар гузоштанд. Дар ин маросим президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ ҳамроҳӣ намуданд. نخست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرماندهی عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای پاسداشتن خاطره افسران و سربازان و همه آنهایی که جان خود را در جنگ بزرگ وطنی نثار کرده اند در نزد آتش جاویدان گلچنبر گذاشتند. در این مراسم همچنین از نام مجلس ملی و مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رستم امامعلی، از نام حکومت جمهوری تاجیکستان سروزیر مملکت محترم قاهر رسولزاده، از نام قواهای مسلح کشور وزیر مدافع شیرعلی میرزا و رهبران دیگر ساختارهای قدرتی جمهوری تاجیکستان، از نام کارپوسهای دیپلماتی مقیم شهر دوشنبه سفیر فوق‌العاده و مختار فدراسیه روسیه در تاجیکستان فرالوف یکین و پایگاه حربی 201 فدراسیه روسیه در تاجیکستان به خاطر قربانیان جنگ گلچنبرها گذاشته شد. برنامه اخبار را ادامه می دهیم. وابسته به پنجشنبه بیماری سیریاتی کرونا ویروس کووید 19 ستاد جمهوریوی اوید به پیشگیری از پنجشنبه بیماری کرونا ویروس کووید 19 قرار قبول می نماید. ختم کنندگان مؤسسه تحصیلات ابتدایی میانه و عالی کسبی جمهوری تاجیکستان از روز 10 می سال 2020 به تعطیل فرستاده شوند. ختم کنندگانی که با سبب های عذرناک در امتحان اتستاسیای ختم اشتراک کرده نتوانستند سپاریدن امتحان به فصل تیرماه گذرانیده شود. وزارت معارف و علمی جمهوری تاجیکستان وظیفه دار کرده شود که امتحان تکراری اتستاسیای ختم دولتی را برای دانشجویانی که با سبب های عذرناک در امتحان های اتستاسیای ختم اشتراک کرده نتوانستند در فصل تیرماه تشکیل نماید. به حالت 9 می سال 2020 در مؤسسه های طبابتی مملکت 4738 نفر زیر نظارت طبیبان قرار داشته 612 نفر با تشخیص سیرات کرونا ویروس آشکار گردیدند. 20 حالت فوت شهروندان از این بیماری به قید گرفته شده است. در یک شبانه روزی آخر 552 نفر پس از گذراندن تشخیص و معاینه در حالت قناعت بخش از مؤسسه های طبابتی به خانه جواب داده شدند. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان از ساکنان مملکت رومونه خواهش می نماید که با مقصد پیشگیری از پنجشنبه بیماری کرونا ویروس نو کووید 19 قاعده های گیگن شخصی را قطعیان رعایت نمایند. در دایره همکاری های ثمره بخش بین تاجیکستان و ازبکستان و مناسبت های دوستانه سران دو دولت اساس گذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیایف برای پیشگیری از پنجشنبه و معالجه گرفتاران بیماری سیریاتی کرونا ویروس در تاجیکستان جانب ازبکستان همچون کمک بشردوستانه و تاجیکستان 144 کانتینر سیار طبی دسترس نمود. سمندر اسکندرزاده موضوع را پیگیری نموده است. در دایره سیاست بابرار و موفق اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیایف و در زمینه صحبت های تلفنی سران دو دولت به هم دوست همدستی و در روزهای مشکل در کنار هم بودند و همسایگی نیک تاجیکستان و ازبکستان تحکیم می‌یابد. در دایره این همکاری و همسایگی نیک با دستور پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیایف به تاجیکستان همچون کمک 144 کانتینر سیار طبی دسترس کرده می شود. صبح روز 8 می نخستین شماره این کانتینرها عبارت از 48 عدد توسط قطاره به دوشنبه آورده شد. روز 9 می سال روان است ادامه کانتینرها جهت بنیاد بیمارخانه موقتی به شهر دوشنبه آورده شده با جلب متخصصان نصب کرده شد. کانتینرهای مذکور برای قبول بیماران کووید 19 مطابق گردانیده شده اند.
طبقی نقشه کانتینرهای کمک جمهوری ازبکستان در شهر دوشنبه در بیمارخانه موقتی جایگیر کنونیده می شوند که با دستوری به واسطه و تشبث های انسان دوستانه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی برای قبول بیماران گرفتار این بیماری سرایتی آماده کرده می شود. تأکید کردن به مورد است که لایحه بیمارخانه موقتی با استفاده از کانتینرها از جانب متخصصان کارخانه واحد دولتی پژوهشگاه علمی تحقیقاتی و لایحه کشی دوشنبه شهرساز طرح‌ریزی گردیده است. طبق لایحه بیمارخانه در مساحت 3600 متر مربع در حدود ورزشگاه بافنده شهر دوشنبه بنیاد گردیده برای معالجه بیماران سرایتی کرونا ویروس کووید 19 پیش بینی شده است. در عملی سازی این تدبیر مهم در این لحظه های دشوار نقش سران دو دولت، اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیایف نهایت زیاد است و از بشر دوستی و اتحاد دو دولت دوست و برادر شهادت میدهد. مورد به ذکر است که امروز در پایتخت مملکت با تشبث رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی برای معالجه بیماری های گوناگون از جمله بیماری سرایتی کرونا ویروس کووید 19 بنیاد انشاءات مؤثر صحوی و دیگر تدبیرهای لازمه در سطح بلند براه مانده شده است. عین زمان در ورزشگاه بافنده شهر دوشنبه با جلب دایره وسیع کارمندان و تکنیکای لازمه از جانب ساختارهای مربوطه مقامات اجرایی حکمیت دولتی شهر دوشنبه بنیاد بیمارخانه موقتی با سرعت جریان دارد. رفتی کارهای بنیاد بیمارخانه مذکور تحت نظارت قطعی مقامات اجرایی حکمیت دولتی شهر دوشنبه قرار داشته با صفت کارها توجه مخصوص ظاهر کرده می شود. رهبریت مقامات اجرایی حکمیت دولتی شهر دوشنبه با پشتیبانی از سیاست موفقانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تلاش دارند که در سمت معالجه گرفتاران بیماری سرایتی کرونا ویروس کووید 19 مشکلات با وجود نآید. با این مقصد تدبیرهای هوسمندگردانی متخصصان سوهای تیب بنیاد نوسازی انشاءات سوهای تندرستی و تامین مواد تیبی را با سرعت ادامه داده ایستاده اند. سمندر اسکندرزاده، بحریدین زویر، بهادر استم، اخبار. 8 نفر سیریاچنوسان و ویروسچنوسهایی که روز 8 مای برای تشخیص تبابت کووید 19 از همسایه کشور دوست جمهوری ازبکستان و جمهوری تاجیکستان آمده بودند، امروز در مهمانخانه دوشنبه سرینا با نمایندگان ساحه تندرستی مملکت ملاقات انجام دادند. متخصصانی که از جمهوری همسایه به تاجیکستان برای تشخیص تبابت بیماران گرفتار به کرونا ویروس آمدند، می توانند با استفاده از تجربه اندوخته کار طبیبان ما را آسان نمایند. گزارش همکاران ما. نمایندگان ساحه تندرستی جمهوری ازبکستان از تجربه اوید به راه‌های اساسی پیشگیری و کاهش‌یابی از اوج کووید 19 در ازبکستان ابراز نظر نمودند. برای برطرف سازی این مشکلات از روزهای اولی خروج کرونا ویروس نه تنها وزارت تندرستی جمهوری ازبکستان بلکه تمام وزارت و اداره‌ها برای راه اندازی نمودن چاره‌های قطعی ضد ویروسی در یکجایگی کمر همت بسته برای سالمی شهروندان تمام کارهای ضروری را به انجام رسانیدند. بیان داشت یکی از نمایندگان ساحه تندرستی کشور همسایه ضمن صحبت، نمایندگان ساحه تندرستی جمهوری ازبکستان تاکید داشتند که ازبکستان و تاجیکستان دو کشور به هم برادر و دوست و همسایه بوده در همه حالت دستگیری یکدیگر خواهند بود و آمدن این گروه به تاجیکستان نیز با مقصد کمک طبیبان تاجیک در سمت تشخیص و تبابت کووید 19 می باشد. به اندیشه اشتراکچیان این واخوری باید تمام مهارت و تجربه به آن روانه کرده شود که اوج سرایت‌یابی در تاجیکستان کاهش یابد و بیماران زود به سلامتی اولا برگردند. ما امروز در دایره یک مشورت با همتایان تاجیک خود آن تجربه ای که در این مدت در سمت مبارزه با کرونا ویروس پیدا کردیم به میان گذاشتیم. در تاجیکستان نیز بعد آشکار شدن این بیماری در سمت کاهش روائی ساکنان تدبیرها عملی کرده شد و البته در این مدت ما از تجربه یکدیگر برای تبابت این بیماری استفاده خواهیم کرد. امروز در این کنفرانسیا متخصصان تاجیک اشتراک داشتند. برای رفع این بیماری البته طبیبان در تنهایی نمی توانند خالی بایند. اینجا کمک خود شهروندان نهایت ضرور است. با محدود نمودن فعالیت و رعایت قاعده های گیگین شخصی شهروندان می توانند خود را از این بیماری حفظ نمایند. ما در تاجیکستان 10 تا 14 روز میمونیم. در این مدت با همتایان خود تبادل تجربه نموده همچنین در سمت تاسیس بیمارخانه های سیار طبیبان تاجیک را می آموزانیم.
در دایره صحبت دایر به پهلوهای گوناگون مشکلات روز نمایندگان ساحه تندرستی دو کشور گفتگوشونی نمودند. طبیبان همسایه تاکید داشتند که باید هر یک نفر شهروند جمهوری تاجیکستان حالت گیگنی و سانیتاری را قطعی رعایت نموده با توکل کاری راه ندهند. در صورت رعایت کردن حالت های بهداشتی و به ضرورت و بیرون نبرآمدن امکان است که به زودی این خطر رفع شود. فردوس حیدرعلی، بهادر حسن‌زاده برای برنامه اخبار. امروز در وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان بین متخصصان ساحه طبی تاجیکستان و متخصصان دولت‌های عضو سازمان همکاری شانگهای در سمت پیشگیری و تبابت بیماری سرایتی کرونا ویروس نو کووید 19 ویدیو کنفرانسیا صورت گرفت. ادامه این موضوع در گزارش نوبتی. زمین ویدیو کنفرانس آموزشی متخصصان ساحه طب جمهوری تاجیکستان و متخصصان دولت‌های عضو سازمان همکاری شانگهای ذکر گردید که حکومت جمهوری تاجیکستان جهت پیشگیری و تبابت سری وقتی گرفتاران سرایت کرونا ویروس نو کووید 19 تمام تدبیرها را عملی نموده استادند و استفاده تجربه متخصصان ساحه طب دیگر دولت‌ها نیز از منفعت خالی نخواهد بود. مقصد این ویدیو کنفرانس این آگاهی یافتن از اصول های انعنوی طب خلقی چین و طب شرقی آید مبارزه بر ضد پاندمی کووید 19 می باشد. در ادامه ویدیو کنفرانس آموزشی تجربه متخصصان و طبیبان دولت های اعضای سازمان همکاری شانگهای راه و اصول های تبابت در این کشورها و تجربه اندوخته شده در سمت پیشگیری و تبابت گرفتاران بیماری کرونا ویروس مورد بررسی قرار داده شده و طبیبان تاجیک توصیه های مفید پیشنهاد کرده شد. زلفیه رحیم‌زاده، عبیدالله سیولی، اخبار. امروز با دستور حکومت جمهوری تاجیکستان و دستگیری صاحبکاران وطنی شمس‌الله صاحبوف به موسسه‌های طبی 25 شهر نویاوی ولایت ختلان مواد دارویی فرستاده شد. همچنین این روز شماره‌ای از بیماران بعد گرفتن دوره معاینی تبابت شفا یافته به خانه‌هایشان رخصت داده شدند. گزارش خبرنگاران ما. با اقدام و تشبث خیرخواهانه صاحبکار وطنی شمس‌الله صاحبوف که از دستور و هدایت‌های اساس‌گذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمون سرچشمه می‌گیرد و دایر این در پیام شادباشی به مناسبت روز غلبه اظهار داشتند. امیدوارم که در این کار خیر صاحبکاران بوننگ و ناموس ما و دیگر شخصان وطن دوست و سخاوت پیشه مثل هر وقت پیش صف و نمونه خواهند بود. مهمتر از همه در این مرحله حساس ما باید است یک دیگر رو گیریم. کمک و غمخوری به یتیمان و معیوبان، شخصان نیازمند و بسروبان و اویله های کم بزاعت رو فراموش نسازیم. برعکس در این شب و روزها همت بلند باشیم. عملهای خیر و ثواب و احسانکاری رو بیشتر نماییم. همچنین ما باید طبیبان رو که امروزها برای سلامتی مردم شب و نروزی زحمت کشیده ایستادند دستگیری کنیم. صاحب کاران وطنی ما چقدر اقدام نیک را گرفتند که این در ماه شریف رمضان خیلی کار خوب و خیرخواهی است و بزرگان ما فرمودند که همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جای رسیدند. البته من فکر میکنم که این اقدام نیک انسان دوستانه را خیرخواهانه را صاحب کاران دیگر وطنی ما نیز دستگیری میکنند و باید قید کرد که تنها اهلانه دست جمعانه و در یک جایگی ما میتونیم هرچی تیزتر از این وضعیت دشوار بیرون براییم. در این ماه خیر و سخاوت بهر دست کمک رسانیدن به ساکنان ولایت ختلان که در بیمارخانه های مؤسسه های طبی بستری گردیدند اقدام شایسته گرفتند. این اقدام که تحت عنوان شفا و همدلی عملی میگردد با مؤسسه های تندرستی شهر و ناحیه های ولایت ختلان لوازمات طبی از جمله مواد گوناگون دارویی، لباس‌های طبی محافظتی، عینک‌های طبی محافظتی، دستپوشک‌ها، نقاب‌های طبی، خلعت‌ها، مواد آنتی‌سپتیکی، مواد پاک‌کاری و تمیزکاری و غیره‌ها که در مجموع زیاد از 200 هزار بسته را تشکیل می‌دهد، پوره به طریق رایگان تامین کرده می‌شوند. شکر می‌کنیم که فرزندان باور و ناموس کشور هستند که برای بهداشت سالمی ملت
جید تلاش روان اون دستور سپرشوی که از طرفی اساتگار سول وعدت ملی پیشوی موازن ملت مطلب چلو به والی امور نمو شده است سرمایش کاری خود نموده برای بلان براشن امیل هایی که میشول برای پیشگیری کرونا ویروس موازد ما فخر از اون میکنیم که شمسول شویب در مکتب ما خونده است و ما خوانندگان و کلی آموزگاران از این روحیه بلند گرفته با خوانندگان را با در روحی بلندی و تندرستی خشنشین خداگاهی ملی تربیه نموده با برای آبادان کشور خودم و سرمزه خودم میگذاریم. تشبوس انسان دوستانه و اقدام های وطن دوستانه صاحب کار در شرایط دامن پهن نمودن پاندمی کرونا ویروس در مقیاس عالم و احتیاجات واقعی سوهای تندرستی ولایت ضرور و سری وقتی بوده. این کمک ها به نیازمندان، بیماران و طبیبان صرف می شود که بیانگر بهترین ارزش های انسانی حساب می یابد. چطور سعدی بزرگ قید نموده است بنی آدم از او یکدیگرند که در آفرینش زیاد گمهرند چو عضو به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. امیدوار هستیم که دیگر صاحب کاران وطن عزیزمون به چنین اقدام های خیرخواهانه و بشر دوستانه که در این دور و زمان برای هر یک بیمار و احتیاجمند مهم و سری وقتی ارزیابی میگردد سرمشق کاری خود قرار میدهند. از اینها یک ماشین بارکش عبارت از 40 نمود مواد داروبری از جمله سوزندارو، داروهای پس کننده حرارت بدن، فلاکان های گلوکوز، بسته های خرد و بزرگ، کیسلوت های اسکربین، ناتری هیدروکربنات، نقاب های محافظتی، سلفتکه های خشک، صابون مایع، کاغذ تشناب، آنتیسپتیک های گوناگون، مواد شستشویی، کرپا و بالشت، رخت خواب، عینک های محافظتی، لباس های محافظتی، طبی و حرارت سنج به ناحیه وخش آورده شد. امروز همچنین از جانب صاحب کار ناحیه وخش نورعلی رضایف و کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه وخش به طبیبان بیمارخانه مرکزی ناحیه خیلی زیاد مواد ضروری طبی کمک رسانیده شد. کمک نوبتی صاحب کار ناحیه وخش و کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه وخش عبارت از 20000 نقاب، محلول های بی ضررگرداننده صفات بلند، دستپوشک های گوناگون، خلعت محافظتی برای طبیبان عبارت می باشد. ما آن مواد های ضروری که برای کارمندان ساحه طب لازمه بود آورده به بیمارخانه مرکزی ناحیه دسترس کردیم. این مواد ها از 50 عدد خلعت های مخصوص، 20000 عدد نقاب ها و برای تیار کردن محلول بزرگردانی محلول مخصوص 10 لیتر و دست پوشک ها و بیمارخانه مرکزی دسترس کرده شد. باید یادآور شویم که در این کاری خیلی سهمی صاحب کاری ناحیه، صاحب کاری باور و ناموس ناحیه رضای نورعلی به نهایت بزرگ است. طبیبان بیمارخانه مرکزی ناحیه وخش برای چنین کمک و دستگیری قبل از همه به سربر دولت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و صاحب کار وطنی اظهار قناعتمندی کرده، این کمک بی‌غرضانه آنها را عامل بهداشت سلامتی ساکنان ناحیه وخش معنیداد نمودند. با جلب صاحب کار ناحیه نورعلی رضایف در نزد مؤسسه تعلیمی رقم 56 ناحیه وخش کارگاه خرد دوزندگی فعال گردانیده شده، در اینجا 10 نفر زنان و دختران ناحیه برای دوخت نقاب صفتناک فرا گرفته شدند. لباس های محافظتی اسکافاندر نیز در کارخانه های خودی با کمک صاحب کاران استحصال شده برای پزشکان ناحیه پیشنهاد کرده می شود. این لباس های مخصوص محافظتی طبق طلبات ساحه تندرستی استحصال شده، طبیبانی که به معالجه گرفتاران بیماری های سرایتی مشغولند به بر خواهند کرد. همین گونه توجه جهت پیشگیری از انتقال و پنشوی ویروس سرایتی کووید 19 مساعدت فعال کرده ایستاد است. از جمله باعث خوشبختی است که بیش از 100 نفر شهروندان زیر نظارت دکتران بیمارخانه کلینیکی ولایتی به نام بوری واحد ولایت ختلان حضور داشته به خانه هایشون جواب داده شدند. بیمارخانه ما زیاد است از 610 کد عبارت است. 610 کد برای قبول بیماران آماده بود. تا امروز قریب ما 200 نفر بیمار را بستری کرده. ان امروز خرسندی آور است که زیاده از 100 نفری آنها چه خیلی که شما دیده استودید رخصتی شده استودند. بیشتر از یک هفته که بیمار شدم من باید بگم که در طول یک هفته طبیبان، پرستاران، همشهرهای شفقت مثل پروانه در طرف ما میچرخیدن، هرچی دوا و داروی بود به ما کردن. من امروز بهتر شدیم، خوب شدیم، ساعت شدیم، برآمدیم. تشکر زیاد میگم و من میگم که در این روز باید مردم واقعا فاصله بگیرن. طوری معلوم شد در دو روز اخیر 110 نفر گرفتاران بیماری پنیومونیا از بیمارخانه کلینیکی ولایت ختلان به نام بوری واحدوف
که تحت مولیجه طبیبونی بیمارخونه مذکور قرار داشتند به خونه های خود رخصت داده شدند. از حساب بیمارخونه مذکور برای بیماران مواد ضروری طبی تامین کرده شده، آنها زیر پرستاری خوب قرار داشتند. بهتر آن است که گرفتاران چنین بیماری بونشونه های نخستین پیدایش این ویروس به طبیبان اویلوی و محل و دهات خود مراجعه کنند. طبیبان بیمارخانه کلینیکی به نام بوری وحید ولایت ختلان نیز وضع سلامتی آنها را همواره تحت نظارت و آزمایش قرار خواهند داد. حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات مربوطه برای واردات و تامین داروهای ضد ویروسی که برای تبابتی سری وقتی بیماری سیرتی کرونا ویروس ضرور است، تمام تدبیرها را عملی می نماید و سالمی جامعه را در محور سیاست خود قرار داده است. این است که امروز از جانب خدمات نظارت دولتی تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی و جمعیت داروی مسئولیت محدود صفت فرما با مقدار 20 تن مواد داروری به مملکت وارد گردید. همکاران ما موضوع را پیگیری نمودند. با نظرداشت پنجشنبه پاندمیای کووید 19 در جهان، قریب 6 ماه است که وضعیت در کشورهای دنیا بسیار حساس گردیده است و متاسفانه تا چند روز اخیر میان اهالی تاجیکستان اوید با کمچین گردیدن مواد دارووری در داروخانه ها سر و صداها زیاد شدند. طوری قبلا از خدمات نظارت دولتی تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی اطلاع داده بودند که مسئله کمچینی دارووری مشکلی دو سه روزه است و حقیقتا امروز از جانب جمعیت داروی مسئولیتش محدود صفت فرما با مقدار 105 نامگو داروواری که 20 تن را تشکیل می‌دهد از فدراسیای روسیه به جمهوری تاجیکستان وارد گردید. در دایره دستور سفارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان برای تبابت بیماری کووید 19 امروز از جانب جمعیت داروی مسئولیتش محدود صفت فرما و جمهوری از فدراسیای روسیه 105 نامگو مواد داروواری از آن جمله آنتی بیوتیک ها و مواد های داروواری ضد ویروسی با جمهوری وارد گشت که این 20 تن مواد تشکیل می دهد. امروز از طرف شرکت مواد دارو وارد گردید، از پاگو سرکده دیگر شرکت های فارماسیفتی اقدام گرفتند که مواد های داروواری و یا می دارد با ولایت سوخ و شهر دوشنبه. مواد داروواری وارد گردیده بیشتر داروهای ضد ویروسی ارگافرون، آزیترومیسین، کالیداویر، سیکلافرون، اربیدول، کاگاتسل، لیوفلوکساسین، ریباورین بوده در انبارها ذخیره گردانیده شدند که از فردا به فیلیال های صفت فرما تقسیمات کرده می شود. قید کردن ضرور است که قبلا داروواری و مولهای طبی در مدت از 4 تا 6 روز به مملکت وارد می شد، ولی با سبب پهنشوی سیرویت کرونا ویروس کووید 19 و وضع به عمل آمده در کشورها و های ترانزیتی این مهلت تا 20 روز را در بر میگیرد. از خدمات نظارتی مربوطه اطلاع داده شد که روزهای نزدیکترین مقدار زیادی مواد داروواری ضد ویروسی که این شب و روز نیاز اهالی به آن بیشتر گردیده است، از جانب دیگر شرکت های داروواری کننده به مملکت وارد میگردد. از همین مواد های داروواری وارد گردیده نسبت این مواد داروواری به وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان تقسیم کرده می شود. از طرف وزارت کمیسیه با صلاحیت با بیمارخانه‌های جمهوری تاجیکستان تقسیم کرده با بیماران داده می شوند. باید فراموش نکرد که حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات های مربوطه تمام تلاش ها را بهر تامین بیماران با داروواری، خدمت رسانی های بلند طبی و سالمگردانی اهالی عملی نموده ایستاده است تا مردم تاجیکستان زندگی سالم و آسایشته داشته باشند. زلفیه رحیم‌زاده، بهادر استم، عبیدالله سیولی، اخبار. امروز که پنجشنبه سیرویت کرونا ویروس اهل بشر را در جهان نگران نموده است، باری اساسی مسئولیت و نجات نفران گرفتار بیماری کووید 19 به دوش طبیبان و همه کارمندان ساحه طب است. در این شب و روز طبیبان تاجیک در تمام موسسه‌های طبی و بیمارخانه ها فعالیت شبانه روزی داشته با سوگند یاد نموده خیش استوار ماندند. نتیجه فعالیت وزنین و جانساری های طبیبان است که امروز از 4 بیمارخانه کلانترین شهر دوشنبه بیماران از سیرویت کرونا ویروس شفا یافته به خانه های خود جواب داده شدند. همکاران ما موضوع را ادامه می دهند. خوشنودی آور است که امروز از مؤسسه های تندرستی مملکت، مرکز طبی شهری رقم 1، مجمعی تندرستی استقلال، پژوهشگاه گاستروانترولوژی و مرکز ملی طبی شفابخش یک چند نفر بیمارانی که گرفتار سیرویت کرونا ویروس کووید 19 گردیده بودند و از 10 روز زیادتر زیر نظارت طبیبان قرار داشتند، از بیمارخانه ها در حالت خوب جواب داده شدند. این لحظه های خوب حیات را نزدیکان و پیوندان بیماران چند مدت است که انتظار بودند. در این لحظه
لحظه های مهم بیماران شفا یافته به احساسات داده شدند و شادی آنها را حد و کنار نبود. کسلا هم روزی، خوراکه هم خوب، برای مورا نگاه کردن شد، هزار آمد خیلی دختر رو در صف ما بزرگتر باشد. خیلی وزن بازمین بود، برکت یا نمی دختروی که امروز ماید دستگیری کردن، عزیزان فرزندوشون دور، 10 روز 12 روز در بری ما راست استوده با ما بودن. راستیش هر یک لحظه که می اومدن می خندیدن یا که یک اونگا پیوه می گفتن ما درن با درن زنده می شدیم. و امروز خدا را شکر میکنم که با یک بار دیگر برند بود هوای تازه را دیدم. طبیبان این شب و روزها در صف پیش مبارزه با این وبای عصر کرونا ویروس قرار دارند و طبیعی است که در چنین حالت‌های وزنین محض آنها بین حیات و ممات جان تلاشی ها کرده ایستادند. فعالیت جان سارانه هزاران نفر دختران، همشیره های شفقت و در عموم کارمندان ساحه طب است که امروز بعضی از بیماران به خانه های خود نزد پیوندان با سالمی کامل برمیگردند. امروز که کرونا ویروس تمام اجزای جهان را دیگر کرده، بیماری های واگیر خطرزا و جان انسانیت تهدید می نماید، محض طبیبان صادق جان خود را زیر خطر گذاشته پی تدبیرهای تبابت رسانی و تزریق دارو و دوا هستند. یک هفته پیشتر یک پتوکی که در همین بیمارخانه بستری بودند زیاده از 100 نفر بیمار جواب داده شد به خانه هاشون. علاقه روز سیوم است که پتوکی دویوم بیماران در همینجا بستری هستند. آن بیمارانی که در شرایط خانه خود معالجه کردند، خود سرانه به نظارت طبیب گرفتند، انا همون بیماران در حالت وزنین قرار دارند. انا همون را به مراجعه کردند، عین حال در بیمارخانه بستری هستند. البته چقدر پژوهشگاه شرایط دارد، از روی شرایط ها، از روی استاندارد هایی که به ما پیشنهاد کرده گند، تمام دکتران در خدمت انا همون بیماران هستند شبانه روزی. من فقط یک چیز خواهش میکردم از عیادت کنندگان، از خویشاوندان بیماران، یک چیز خواهش میکردم که حرکت کنند، بسیارتر مانند همین دکترها کار خودشون را اجرا کنند، به ما خلل نرسونند، مانند که ما کار خودمون را کنیم. در همین حالت من فکر میکنم که این البته از من میرود. همین گونه بیماران شفا یافته از مجمعه تندرستی استقلال، مرکز طبی شهری رقم 1 با حالت خوبی سلامتی به خانه های خود جواب داده شدند. 9 روز باز در بیمارخانه خواب هستم، خیلی حالم بهتر شده است و از سرور دولت سر کرده تو عادی ترین کارمندی که در این شب و روزها خدمت می رسانند، سپاسگزاری خیش را بیان می نمایم. با کل مردم شریف تاجیکستان و تمام دنیا مراجعت می نمایم که از این مشکلی ها نهرسند، پشت سر بشود، رو هفتاده نباشند. من 6 روز در زیر نظارت بودم، مدت 6 روز خدمت رسانی خوب مناسبت دیانتولوژی نقص و امروز هم من به خونه می رم. من طولی 8 روز شد که در این بیمارخانه تواد گرفته استم و شاهد آن است که این دختران، همه دختران 34 ساعت در خدمت هستند و من شاهد آن هستم که 3-4 ساعت خوابند و 20 ساعت فقط در خدمت ما هستند. طبیبان، همشیره های شفقت و همه کارمندان ساحه طب که بناً تا چند روز با بیماران در علاقه بودند و پی نجات آنها کوشش زیاد کردند، با مهر و محبت و صمیمیت خاصه بیماران زیر نظارت و تبابت بوده اشان را گسل نمودند و بار دیگر ثابت کردند که طبیبی از مهمترین و با نفوذترین کسب مقام اجتماعی داشته است. زوفیر امزاده، مهروز جمعه، عبیدالله سیولی، اخبار. امروز همچنین از مؤسسه های طبی شهر خوراق نیز شماره از تبابت یافتگان به خانه هایشان رخصت داده شدند. واقعا هم امروز طبیبان با تلاش های پیگیرانه در درمانگاه ها به طور شبانه روزی فعالیت نموده، برای سری وقت رسانیدن کمک طبی به بیماران و هر چیز زودتر شفا یافتن آنها کوشش به خرج می دهند. گزارش خبرنگاران ما. مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان در همکاری با ریاست تندرستی ولایت فعالیت را پرزور نموده، چاره های تاخیرناپذیر را در این سمت اندیشیده عملی نموده استادند. در این راستا امروز 9 نفر شفا یافته از بیمارخانه ولایتی به خانه‌هایشان رخصت کرده شدند که طبق اطلاع مسئولین تا به امروز 42 نفر معالجه یافتند و به نزد خویش و پیوندانشان جواب داده شدند. به خاطر پیشگیری از بیماری و دست مدد رساندن به بیماران و نیازمندان
درمندان محله‌های شهر خاروق اقدام شایسته را پیش گرفته، ارز بیماران را با غذای گرم و کمک یک وقت تامین می‌نمایند. نووبسته از آن که در جمهوری تاجیکستان و من جمله در ولایت مختار کوهستان بدخشان این بیماری به قید گرفته شده است، لیکن خلعت سفیدان کسلخانه ولایتی بهر پیشگیری آن از تمام امکانات کار گرفته، مریضان را سری وقت از بیماری نجات می‌بخشند. خوشبختانه در این روند تا انوز حالت فوت به قید گرفته نشده است. بیمارخانه ولایتی تا سالهای صاحب استقلالی با دستگاه و تجهیزات معاصر طبی تامین بوده. طبیبان سبک دست و صاحب تجربه در خدمت ساکنان مرکزی ولایت شهر خوروغ قرار دارند. از 4 ماه تا امروز ما زیاده 42 نفرش تبوبت و شفا یافتند جواب دادیم. وضع امروزه بیمارخانه ولایتی متدل است و حکومت جمهوری تاجیکستان به مقصد بهتر نمودن وضع امروزه بیمارخانه ولایتی هم از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان هم از طرف مقامات حکومت دولتی ولایت مختار کوهستان و بدخشان هم از طرف شریکان رشد و هم از طرف دیگر سخاوتمندان به بیمارخانه ولایتی بسیار اردم کلان رسیده ایستودند. مریضانی که امروز از بیمارخانه جواب داده شدند، در نوبت خود اظهار منداری خود را به پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان و ساکنان سخاوت پیشه ولایت مختار کوهستان بدخشان عرضه می نمایند که در این روزهای سخت و سنگین به سر مردم آمده آنها را دستگیری نمودند و تبابت رایگان رسانیدند. این عمل نیک طبیبان که بر ضد این بیماری به طور شبانه روزی در مؤسسه های سوهای تندرستی کشور کار میبرند باعث افتخار بزرگ میباشد. تای نوروز است که در بیمارخانه ولایتی از بیماری شدید التهاب شش از طرف دختران بیمارخانه تبابت یافتم. من صدقاً با کمال احترام به تمام کارمندان این بیمارخانه که امروز شب را شب نگفته روز را روز نگفته در خدمت مردم قهرمانانه خدمت کرده ایستادند، تشکر بی‌پایان خود را از نام اون مریضان که امروز تبابت یافتند و اون مریضان که امروز در بیمارستان شفا یافته ایستادند، من تشکر بی‌پایان خود را و این کل طبیبان بدخشان و تاجیکستان میرسانم. ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان باید در این روزهای وزنین به تهلوکه نافتاده پیوسته از توصیه طبیبان و متخصصان ساحه تندرستی کار گرفته، به ضروریت از خانه هایشان به بیرون نبرایند و مشکلات طبیبان را بازم افزون نسازند. و در نتیجه جهد و تلاش های پزشکان و کارمندان میانه طبی بیمارخانه مرکزی شهر ایسترافشان ولایت سوخت، شماره گرفتاران بیماری های سیرویتی از جمله التهاب شدید شش کاهش یافته ایستاده است. امروز 35 نفر گرفتاران بیماری های التهاب شدید شش پس از تبابت کامل به خانه هایشان رخصت داده شدند. گزارش مزبوط بوزاده از شهر ایسترافشان. امروز شهودی نشست 35 اویلی ساکنان شهر ایسترافشان ولایت سوخت را حد و کنار نبود، زیرا پیوندانشان که به بیماری های سرایتی التهاب دو طرفه شش گرفتار گردیده بودند، با جهد و تلاش های خسته ناپذیر طبیبان و کارمندان میانه طبی شهر تبابت کامل گرفته به خانه هایشان رخصت داده شدند. از این حساب 19 نفر بیماران سن و سال گوناگون در مؤسسه دولتی مرکزی بین ناحیوی دلشناسی و تبابت فرا گرفته صحت و سلامت امروز به خانه هایشان برگشتند. طبیبان و کارمندان میانه طبی شهر سراوشان با جسارت و مردانگی و جانفدایی و فعالیت دست جمعانه توانستند بر بیماری التهاب دو طرفه شش غالب برایند. پیشم دور نرفتم، یک خیل همینو اگر اینو نمی بود ما نخل می شدیم. هم ما شما بر احمد رسا سرام با آمدم، چند بار همی قد تمپراتور سخت کتی خورفتم از دیگه من نخص کردم، صحت کردم. امروز بیمارخانه مرکزی شهر با همه 24 شعبه و فراگیری 620 کرد با انواع کاملی داروباری های تبابتی، نقاب و دستپوشک ها، پخته و محلول های انتیسپتیکی و خوراکباری ها تامین است. در انبارهای بیمارخانه با مبلغ 743,567 سومانی داروهای مختلف تبابتی، 5,706 جفت دستپوشک ها، 4,200 عدد نقاب های طبی، 880 عدد سرلباس مخصوصی یک کرته و بسیار کرته طبی، 400 عدد ریسپیراتور و عینک های محافظتی، 2,280 لیتر گیپاکلورید کلسی، 600 لیتر گیپاکلورید نتری و 400 لیتر محلول های آنتی‌سپتیکی جای دارد و برای تبابت بیماران همه روزه استفاده برده شده ایستاده است. برای تبابت بیماران همه دستگاه های مواد یک کرته، داروواری، مواد آنتی‌سپتیکی، مواد بی‌ضرر کننده، اینچنین دستگاه ها برای پوشیدن داروواری برای بی‌ضرر کردن تا
تاکارشته بودند. همچنین اطلاع داده شد که جهت تلاش‌ها و جانساری فداکاری‌های طبیبان و کارمندان بیمارخانه مرکزی شهر از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی صاحبکاران بانگ و ناموس و اشخاص سخاوت‌پیشه منتظم قدرشناسی می‌گردد. امروز صاحبکاران جمعیت سهامی پوشیده امکا برکت و 179 نفر کارمندان بیمارخانه یخلتگی اور صاحبکاران دیگر به مقدار معین گوشت و روغن، سبزیجات، پلیزی‌ها و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی به هر یک نفر کارمند تیپ 200 سومونی مبلغ کمک رسانیدند. مزبود بابازاده از شهر سراوشان برای برنامه اخبار. متخصصان ساحه تندرستی در برابر تبوبات در بیمارخانه‌ها نفرانی را که بیماریشان سبک است تبوبات در شرایط خانه و با رعایت فاصله‌گیری و قاعده‌های گیگین شخصی را توصیه می‌دهند. در شهر نویه‌های ولایت سغد از حساب دکتران و همشیره‌های شفقت گروه‌های کاری تشکیل داده شده. شهروندانی که آید به بیماری‌های گوناگون مراجعه نموده به بستری شدن نیاز ندارند در شرایط خانه با تبوبات فرا می‌گیرند. گزارش محمود احمدزاده و دلشاد یوسفی. با معلومات ریاست تندرستی ولایت سغد در شهر و ناحیه های ولایت 38 بیمارخانه و در 115 جماعت دیهات مرکزهای سلامتی بنگاه های طبی برای خدمت رسانی طبی به اهالی فعالیت دارند. بر زمین تبوبات و قبول بیماران در بیمارخانه ها گروه های کاری دختران طبی اویلوی در هر محل و خانه به وضع سلامتی شهروندان اعضای اویله ها شناس شده بیمارانی که در شرایط خانه بستریان خدمت طبی می رسانند. طوری مراجعت های شهروندان معاینه آنها نشان داده است قسمی از شهروندانی که به دختران آید به یاری تعجیلی طبی رسانیدن مراجعه میکنند اکثریت بیماری فشار بلندی دق نفس شمال خوری زکام موسمی و مانند به این بیماری ها را داشته و بیماری سرایتی کرونا ویروس گرفتار نیستند و از این لحاظ به آنها در حال خروج بیماری های سرایتی کرونا ویروس تبوبات در شرایط خانه با رعایت قاعده های بهداشتی و در ساعات معین قبول دارو درمان در مرکزهای سلامتی مفید ارزیابی می شود. در مرکز سلامتی رقم 4 در شهر خوجند برای قبول ساکنان معاینه و تشخیص از درآمدگاه مؤسسه حرارت بدن ساکنان سنجیده چاره های بهداشتی داشتن نقاب و با محلول های آنتیسپتیکی شستن دستان رعایه می شود و پزشکان مرکز بعد صحبت معاینه با بیماران برای معالجه بستری نمودن در بیمارخانه و یا تبوبات در شرایط خانه توصیه می دهند. طبیبان با نوبت و با تقسیمات درست به خانه ها وقتی که دعوت می شوند به خانه ها رفته بیماران رو در خانه هم امکان دیدن داریم رفته ایستادند. همه روزه از طریق همشیره های منطقه و هم طبیبی منطقوی پرسجوی کرده خبر گرفته ایستاده و طریق تلفنی هم باشد همه روزه حال پرسی کرده ایستادند که رفتی تبابت چکل رفته ایستاده است نظارت همه وقت هست. بیمارانی که نیاز به بستری ندارند برای نظارت و تبابت آنها در شرایط خانه دکتران طبی اویلوی شبانه روزی فعالیت میبرند و ساکنان نیز این طرز معالجه را بهتر ارزیابی میکنند. دکتری اویلوی یوسف و خانه و اوندن من به معالجه تعیین کردن تبابت بیشتستیم چهار استاد کردن دین ایسی تفکدگیم نیست. چند نفر ساکنان شهر خوجند که چند وقت حالت سلامتی خود را بد حس میکردند امروز در شرایط خانه تبابت گرفته برای معاین نمودن حالت سلامتیشان و مرکز سلامتی آمده از معاینه میگذرند. من اول خودم را کمتر نروحت حس کردم آمده انا همین به مرکز سلامتی رقم 4 مراجعه کرده اینها مسئولیت ها دادن دارو درمان گرفته استادم خودم رو به نوعی بهتر حس کرده استادم. چون این تدبیرهای بهداشتی رسانیدن کمک طبی سری وقت با خبر شدن از وضع سلامتی شهروندان در ناحیه باباجان غفور و از طرف شبکه کمک اولیه طبی سانیتری ناحیه چاره های مشخص اندیشیده شدند. در مرکز سلامتی دیهات یاوه در برابر قبول و معاینه شهروندان در خود مرکز پزشکان دختران اویلوی و منزل های استقامتی شهروندان رفته در برابر کمک طبی دارو و درمان و اویله ها رعایه قاعده ها را توصیه می دهند و در این کار بهداشت سلامتی شهروندان مسئولیت خیش را سربرندانه اجرا می نمایند. و همه روزه در جماعت دیهات یاوه و دیگر دیهات ناحیه همین گونه دختران اویلوی وضع سلامتی شهروندان را از نزدیک سنجیده کمک خود را می رسانند. در مرکزی سلامتی دیهات یاوه در این حال 12 نفر دختران طبی اویلوی و 44 نفر همشیرگان طبی اویلوی فعالیت برده استادند. آن شخصانی که سری وقت به ما دختران اویلوی مراجعه می کنند و به خانه دعوت کرده استادند ما در خانه خدمت طبی رسانیده استادیم. همشیره های طب در خانه به بیماران نگاه بین
کرده سوزندارها را گذرانیده استاده اند، بیماران را در خانه الهیده نگاه بین کرده، همه قایده های گیگینی شخصی و گیگینی همه خانه فهمانیده داده شده استاده است. در ناحیه باباجان غفور 31 مرکز سلامتی 51 بنگاه طبی برای رسانیدن خدمت طبی به اهالی فعالیت شبانه روزی دارند و نظام کار در مؤسسه ها در سطح بلند تشکیل و براه مانده شده است و وابسته به کار پرثمر دختران طبی ایلوی از طرف مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه کمک ها رسانیده می شود. کارمندانی صحی یعنی شبکه کمکی اولی طبی سنتری نوحیه زیاده از 1400 نفر را تشکیل میدهند که نو وابسته از دکتران طبی اولوی و همشیرگان طبی اولوی دیگر متخصصان محدود نیست در گشت گذاری خانگی در یافت بیماران حرارت بلند در خانه اینچنین معالجه در خانه همه آنها فرا گرفته شده استودند. در اساس فرمایش وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، دختران طبی ایلوی در ولایت سغد در محلهای زیر نظرشان وضع سالمی اهالی را سنجیده در حالت نیاز پیدا شدن کمک طبی رسانیده توصیه ها میدهند. محمود احمدزاده، دلشاد یوسفی، ولایت سغد، برای برنامه اخبار. امروز برای پیشگیری از پنجشنبه بیماری های سیریاتی مخصوصا کرونا ویروس نوی کووید 19 در جمهوری تاجیکستان تدبیر های پیشگیری کننده و رعایت قطعی گیگنه شخصی از جمله استفاده نقاب و فاصله اجتماعی در مکان های جمعیتی براه مانده شده است. اما متاسفانه بعضی نفران همه تدبیر ها را نادیده گرفته خود و دیگران را زیر خطر سیریات یابی قرار می دهند. گزارشی خبرنگاران ما. امروز ها پاندمیای کووید 19 در برابر دیگر کشورهای منطقه و جهان در جمهوری تاجیکستان نیز به قید گرفته شده. جهت حفظ سلامتی شهروندان و پیشگیری پنجشنبه این بیماری همگیر از جانب حکومت مملکت تدبیرهای مشخص تهیه و راه اندازی گردیده است. طبق توصیه و طلبات جاری گردیده از جانب ستاد جمهوریوی اید به پیشگیری کرونا ویروس نوی کووید 19 گشت و گذار شهروندان در کوچه و خیابان و دیگر جای های جمعیتی با نقاب های محافظتی حتمی گردیده. شهروندان را می باید پیش از همه برای ایمن نگاه داشتن خود و در خطر نگذاشتن دیگران این قاعده و توصیه های دختران را قطعیان رعایت نمایند. وابسته به این جهت بلند برداشتن معرفت ناکی و آگاهاندن شهروندان از جانب کارمندان ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه در کوچه و خیابان های پایتخت گروه های مبیلی تشکیل کرده شد که جهت رعایت قاعده های بهداشتی با شهروندان در جای های جمعیتی صحبت های پروفیلاکتیکی می گذرانند. چنانه که در رفتی برگزاری چهارابینی های مذکور معلوم گردید، متاسفانه نه همه شهروندان قاعده های بهداشتی جاری گردیده را رعایت می کنند. هنوز هم در کوچه و خیابان های پایتخت نفرانی هستند که بین نقاب های طبی محافظتی و رعایت نکردن مسافه اجتماعی گشت و گذار می کنند که این عملیان ها پیش از همه باعث به خطر گذاشتن خود و اطرافیان دیگر می گردد. از جمله در دوام یک روزی برگزاری چهارابینی های پروفیلاکتیکی مذکور زیاد از 50 حالت رعایت نکردن طلبات های از جانب ستاد جمهوریوی مقرر گردیده به قید گرفته شدند. این از آن شهادت می دهد که شهروندان جهت محافظت سلامتی خود و اطرافیان به اهمیتی ظاهر می نمایند که آن می تواند باعث سرایت یافتن خود و دیگران گردد. خوب نداری؟ خوب جو. این ماسکا اون داموشی کنواش دیگه ماسکا گیریم بس خود دارده خیلی وقت کنه گردن من باید سیگر میشنه دست من باید من باید دونم خیلی دفتورم زید من تکنیکم داموشینم 20-30 متر مونده گیریم طبق خلاصه و تحقیقات طبیبان کرونا ویروس نوی کووید 19 از شخص بیمار با راه های گوناگون از جمله با راه نفس و دهان به دیگران سرایت مییابد. از این لحاظ استفاده نقاب های طبی محافظتی و رعایت مسافه اجتماعی از 1.5 تا 2 متر هنگام گشت و گذار در جای های جمعیتی و کوچه و خیابان ها حتمی است. برای به همین بیماری دوچار نشیدن شهروندان باید در جای های جمعیتی جای های سرادم خودداری کنند و مسافه نه کمتر از 1.5 تا 2 متر را با خود نزدیک کشیدن آدم ها رو نمونند. با کوچه برآمدن حتما نقاب های محافظتی پوشند.
کارمندان میلیسیای پایتخت با نفرانی که ضمن برگزاری این عملیات پروفیلاکتیکی در کوچه و خیابان ها به نقاب و رعایت نکردن مسافه اجتماعی مشاهده نمودند، صحبت های پروفیلاکتیکی و کارهای فهماندهی گذراندند. چنانه قید گردید همه ما شهروندان تنها در یک جایگی با رعایت توصیه و راهنمایی های طبیبان و متخصصان ساحه می توانیم به این بیماری همگیر غالب آمده خود و نزدیکانمان را از چنگالیان امین نگاه داریم. همزمان در دایره عملیات پروفیلاکتیکی مذکور از جانب کارمندان میلیسیا در داخل نقلیات های جمعیتی نیز کارهای فهماندهی گذرانده شد. متاسفانه در بیشتر موارد رانندگان از معیار مقرر گردیده زیاد مسافران را به افتماشین خود سوار کرده باعث به خطر گذاشتن دیگران میگردند. در این ردیف شهروندان را نیز میباید که پیش از همه برای نگاه داشتن سلامتی خود از نشستن به چنین افتماشین های سیر آدم خودداری نمایند. در جریان برگزاری عملیات پروفیلاکتیکی مذکور حالات زیادی از معیار مقرر گردیده زیاد گرفتن مسافران به قید گرفته شد که نسبت به رانندگان واسطه های نقلیات مسافرکش پروتکل های ماموری ترتیب داده شده با آنها صحبت های پروفیلاکتیکی گذرانده شد. کارمندان ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه جهت پیشگیری سیرویابی به این بیماری و بلند برداشتن معرفتناکی اهالی در کوچه و خیابان های شهر دوشنبه عملیات های پروفیلاکتیکی و کارهای فهماندهی را ادامه داده، کارمندان این نهاد جهت سالمی جامعه سهم خود را می گذارند. وابسته به این از کل شهروندان احترامانه خواهش کرده می شود که پیش از همه برای نگاه داشتن سلامتی خود و در خطر نگذاشتن اطرافیان به ضرورت به کوچه نبرایند. در صورت برآمدن قاعده های بهداشتی از جمله استفاده نقاب طبی محافظتی و مسافه اجتماعی را به طور حتمی رعایت نمایند. با باوری کامل می توان گفت که ما در یک جایگی با عزم و اراده قوی ملت تاجیک می توانیم به این بیماری غالب آمده سلامتی خود و نزدیکانمان را حفظ نماییم. در اساس دستور سپاریش های رهبریت شهر دوشنبه با مقصد پیشگیری بیماری های سیرویتی و تامین سالمی جامعه در پایتخت تدبیر های ضروری عملی کرده می شود. به ضررگردانی جای های جمع‌شوی آدمان، مکتب و مؤسسه، کوچه و خیابان، به شمول ایستگاه های نقلیاتی و منطقه های اهالی نشین از جمله همین گونه تدبیر هایی است که پیوسته در پایتخت مملکت عملی می گردد. خبرنگاران ما گزارش می دهند. هر کوچه و پس کوچه را رو در آمد بیناهای استقامتی با دقت از نظر گذرانیده می شود و تا دو مراتبه هم با معلول مخصوص به ضرر گردانیده می شود. به خاطر نیز کردن انگیزنده های بیماری دقت اولین درجه به صفت کار داده می شود. گروهی که برای انجام تدبیر مذکور سفر برگردیدند علاقه بیشتر از یک ماه است که تجربه خوب دارند و می دانند که منطقه های اولی نشین و سرودم باید همه جانب کار کرده شوند. به همین شکل در سراسر پایتخت کشور شهر دوشنبه دیزینفکسی کوچه و محله خیابان و گوگشت و سنی بینه‌های استقامتی و داخلی بلند آشیانه‌ها گذرانیده می‌شود. رفتی کارها زیر نظارت بی‌واسطه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام‌علی قرار داشته، در دایره دستور شهرداری همروزه چنین چوربینی‌های بی‌دوشتی پرزور کرده می‌شود. مثلا دیروز در 20 محله 53 کوچه 329 بینوی بلند آشیانه استقامتی 226 خانه زمینی 23 کارخانه و مؤسسه و به همین گونه مرکزهای سودا و سلامتی و میدانچه‌های ورزشی کارها سامان یافتند و امروز باشد برای بیشتر کردن نشان داد مذکور و فراختر نمودن دامن کارهای دیزینفکسیونی چوره‌ها جانب کرده شده. علال خصوص شماره بیشتری تکنیکای مخصوصی معلول پوشانده برای بی‌ضررگردانی کوچه های نسبتاً کلان گرد و اطراف بناهای استقامتی و راه های ماشینگرد افزایش داده شد. برای انجام این کار نقلیات ساحوی خدمات دولتی آتش نشانی شهر دوشنبه دسته تعینات مخصوصی وزارت کارهای داخلی مملکت و شرکت های بی‌ضررگردانی جلب گردیدند. در این برابر همچنین شرکت فاوز باشد در حدود نویا اسماعیل سامانی در کوچه زرگر محله های فردوسی عمر خیام گرد و نوایی باقی ایرم کارهای بی‌ضررگردانی را سامان دادند. با استفاده از محلول خلوردور که قابلیت نیز کردن انگیزنده های بیماری سیرویتی را دارد، حدود محله های پایتخت به ضرر گردانیده شدند. نقلیات گوناگون حجم که امکانیت وسیع انجام چنین کارها را دارند، سفر برگردیده موضعی هایی که امکانیت رفت و آی نقلیات را ندارند، در آنجا کارهای به ضرر گردانی با قوای عیت شخصی سامان داده شد. با استفاده از تجهیزات کاری حدود بناهای استقامتی نیز با محلول کارکرد گردیده درآمدگاه ها، میدانچه های ورزشی، صوبتکده ها پر از ضرر گردانیده شدند. باید تذکر داد که یکی از راه های مؤثر
خاطر پیشگیری خروج بیماری‌های سیرویتی سامان دادن چنین تدبیرهای بی‌ضررگردانی بوده از جانب مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر دوشنبه همگی این چاره‌بینی‌ها به خاطر حفظ سالمی اهالی رو ندادن به پنشاو بیماری‌های سیرویتی خصوصا بیماری سیرویتی کووید 19 که باعث تشویش جامعه جهانی گشته است پیاده گردیده است متخصصان میگویند که در حالی که حفظ سالمی با مسئله رقم 1 سیاره تبدیل یافته است گزاریدن چنین عملیات‌های دامنه‌دار بی‌ضررگردانی از جانب شهرداری می‌تواند در کاهش بیماری‌های سیرویتی نقش اساسی را بازیده سالمی جامعه را حفظ نماید. با نظر داشتی آن که پیشگیری بهتر از تبابت مخصوصا برای بیماری های سیرویتی می باشد رعایه حالت های سانیتاری و بی‌ضررگردانی امکان می دهد که محیط زیست تازه و پاک و از هر گونه ویروس و بیماری های خوفناک سیرویتی امین نگاه داشته شود. در شهر و ناحیه های مملکت تدبیر های مذکور توسط تکنیک های صحوی و محلول های بی‌ضررگردانی انجام داده می شود. در حدود شهر و ناحیه های ولایت مختار کوهستانی بدخشان با مقصد پیشگیری از سیرویتیابی به بیماری های سیرویتی خصوصا کرونا ویروس کووید 19 همروزه کارهای پروفیلاکتیکی و بی‌ضررگردانی اداره و مؤسسه ها کوچه و خیابان ها خانه های بلند آشیانه و استقامتی راهرو و جای های سیر و گشت عمومی با مرام جریان دارد گروه مخصوص بی‌ضررگردانی ستاد بین اداروی مقامات حفظ حقوق و تامین امنیت همواره به آن میکوشد که بهر پیشگیری اهالی شهر خروق و ناحیه های ولایت مختار کوهستانی بدخشان از سیرویتیابی به این وبای اثر چوره‌های مشخص اندیشد این است که در قطار کوچه و خیابان‌های مرکزی قسمت راه‌های پیاده‌گرد و تنگ‌کوچه‌ها امروز با جلب گروه مخصوصی بی‌ضررگردانی کوچه کرمشویف محله سلطان ولی کوچه سلیمان شاه نسلوبکوف محله بیزمیچ ایجوبوف همزمان شعبه وزارت کارهای داخله در شهر خروق و قسم حربی 3503 قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخله در ولایت مختار کوهستانی بدخشان با افتماشین‌های صحوی پر بی‌ضررگردانی دونده شدند در قسم حربی 3503 واقع در شهر خروق ولایت مختار کوهستانی بدخشان ما چرابینی مذکور را تشکیل نموده بهر پیشگیری از کسلی سیرویتی کرونا ویروس مرکز تمیزگردانی را آماده نمودیم که سربازان و افسران توانند که در محیط صحت و سلامتی فعالیت خود را پیش برند اندیشیدن چنین تدبیرهای بی‌ضررگردانی که مدت 3 هفته در شهر و ناحیه های ولایت مختار کوهستانی بدخشان ادامه دارد یک راه اساسی پیشگیری سیرویتیابی به هر گونه بیماری های سیرویتی به حساب می رود این تدبیر نیک گروه مخصوص بی‌ضررگردانی در شهر و ناحیه های ولایت مختار کوهستانی بدخشان هم روزه ادامه خواهد یافت روز تا روز تدبیرهای بهداشتی در رابطه با پیشگیری از خروج هر گونه بیماری های سیرویتی مسئولیت بیشتر را تقاضا میکند در ناحیه عبدالرحمن جامی ستاد ناحیوی تشکیل کرده شده فعالیت همه تشکیلات و مؤسسه ها و رعایت حتمی قاعده های سانیتاری گیگینی تحت نظارت جدی قرار میگیرد در دایره نقشه چوربینی های مقامات اجرایی حکومتی دولتی علاقه 3 مرتبه مرکز ناحیه و جماعت های دهات نیز به ضرر گردانیده شده در این کار خود کارمندان و ساکنان محل جلب کرده میشوند طبیبان خوب اثبات کردند که عامل عادی ترین گرفتار نشدن به این ویروس مرگوار این رویای حتمی تازگی پیوسته شستن و استفاده از مواد آنتی‌سپتیکی ارزیابی می شود. در دهه ما هر روزه برای پیشگیری نمودن سیرویت کرونا ویروس پیشگیری ها رفته استوده است. هر روزه خانه گشتک هست. هر روزه تصفی اهالی را دیده می شود. طور ما مشاهده کردیم در مرکز سلامتی جماعت دیوتی 50 سالگی تاجیکستان ناحیه عبدالرحمن جامی متخصصان صحوی هر یک احتیاجمندی که وارد کارخانه می شوند زیر نظارت قرار داده حتما حرارت آنها را می سنجند و یا از مواد کیمیایی و آنتی سپتیکی دستان آنها را بی ضرر می گردانند. در نزد خلق صحبت ها کرده شده فهماندوست یعنی من و مردم خیلی کارهای خودمون رو کردیم ما باید همه یه رو باید با دستی خود کنیم همه سلامتی دستی خود مونده با تازگی با گیگینی با همه این رعایت کنیم این آدم هایی که میگن همه خیلی کسلی گذرانی یا کسلی گذرانده باید ما از یکون وهمه یکون وهمه ما با نقلتد برای پیشگیری و بی‌ضررگردانی کوچه و محله ها و تشکیلات و مؤسسه های ناحیوی به سمت معارف و تندرستی و دیگر سوهای خوجگی خلق ناحیه مبلغ ها روانه کرده شده است که با استفاده از آن برای بیمارخانه ها مواد ضروری و دیگر وسایل سوهای طب خریداری کرده شده است در همه تشکیلات و مؤسسه های ناحیه عبدالرحمن جامی تدبیرهای عنعنوی پیشگیری از هر گونه ویروس های سیرویتی راه اندازی کرده می شود کارمندان هر روز یک مرتبه کارخانه های خود را توسط هزار اسپند دود می دهند که اثرها باز موجب رفع هر گونه زکام و بیماری ها می گردد در همین زمینه نظارت از بالای استفاده نقاب جدی به راه مانده می شود
در این روز از جانب کارمندان کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه عبدالرحمن جامی با چند نفر طبیبانی که به طور شبانه روزی در بیمارخانه مرکزی به نگاهبین و پرستش بیماران مشغولند کمک رسانیده شد. در همین زمینه نظارت از بالای استفاده نقاب جدی براه مانده می شود. امروز در شهر ناحیه های ولایت ختلان کارخانه های خرد و بزرگ فعالیت دارند که نقاب های یک کراته را استحصال کرده پیشنهادی ساکنان می نمایند. در نزد تئاتر ولایتی موسیقی و مسکوی به نام عطا محمدجون فی شهر بختر کارگاه خرد دخت نقاب ها را براه ماندند. اکنون اهل تئاتر چنین نقاب ها را استحصال کرده هم به مؤسسه های تعلیمی و هم دیگر ساکنان و انشاءات بخش طب دسترس می نمایند. بهره ساکنان جماعت و دیهات های دوردست شهر ناحیه های ولایت ختلان به مثال ان همین گونه نقاب هایی که برای بیماری سرایتی کرونا ویروس یعنی که آماده شدند برای پیشگیری ما آماده کردیم و طول دو روز است می شود که زیاده از 600 دانه 600 عدد چنین نقاب ها از جانب کارمندان تئاتر یعنی که کارمندان سیخ دوزندگی آماده شده است. اهل تئاتر ولایتی نقاب های استحصال کرده خود را این نوبت به ساکنان جماعت دهات گلستان شهر لیوکند همچون کمک تقدیم نمودند. هم نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر لیوکند هم نمایندگان جماعت ها و مؤسسه های تعلیمی که ما گروه های کاری تشکیل نموده ایم در محله ها رفته کارهای اومفهمانی گذرانیده ایستاده ایم. اینچنین بهری تازگی گرد و اطراف منزل های استقامتی، زمین های نزدی حولگی، زمین های یاری رسانیست با آنها آگاهی نامه ها تقسیم کرده ایم و همه مردم آگاه هستند که هر یک وجب زمین باید که سمرانوک استفاده برده شود. با مقصد پیشگیری پهنشوی کرونا ویروس کووید 19 در ناحیه عبدالرحمن جامی از جانب کارمندان بخش های مقامات محلی گروهی تشویقاتی و فهمانیدهی عمل نموده امروزها در همه ده و روستاهای جماعت های شهرک و دهات میان ساکنان وابسته بر رعایت حتمی توصیه های طبیبان مخصوصا قاعده های گیگین شخصی تازه و آزاده نگاه داشتن محیط اطراف زود زود ایواز نمودن هوای خانه به ضرورت نبرآمدن به کوچه و جای های جمعیتی سر آدم استفاده نقاب های محافظ فیزتی، دست پوشک، تست تست شستن دستان با صابون و آبی گرم، نگاه داشتن فاصله هنگام معاشرت و دیگر پهلوهای بهداشتی صحبت و توصیه ها می دهند. امروز از حساب کارمندان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه، از حساب کارمندان جماعت های شهرک و دیهات گروه های کاری تأسیس داده شده، اویدی پیشگیری بیماری کرونا ویروس در همه محله ها کارهای فهماندهی خصوصا در بین زنان گزارنده استودند. این نوبت مسئولان در دهه های جماعت دهات افتخاری ناحیه چنین تدبیرهای سودمند فهمانیدهی انجام داده مخصوصا میان زنان و بانوان که اساسی بهداشت محیط اطراف به مانند تازگی خانه و در نظارت فرزندان آماده نمودن غذا و دیگر عملهای تمیزکاری به آنها وابستگی عمیق دارد مبادله افکار نمودند. کارهای فهمانیدهی کارهای به ضرر گردانی در این جماعت به طور ضروری براه مونده شدند. این چنین به زنان در محله ها دستورها داده شد نسبت رعایت گیگین شخصی، نسبت نگاهبین فرزندان، نسبت استعمال غذای سالم که همه اینها برای پیشگیری بیماری کرونا ویروس رول اساسی را می بازند دستورها داده شد. طبق اطلاع در بیمارخانه دهاتی مهنت حدود جماعت دهاتی مذکور کارهای لازمه انجام داده شده. با گفته طبیبان در صورت ضرورت این مؤسسه تندرستی می تواند تا 40 نفر بیماران را در یک وقت به تبابت فرا گیرد. در رفت کارهای اومفهمانی برابر تدبیرهای بهداشتی همچنین وابسته به استفاده سمرانوک زمین های نزدی حولگی ساکنان محله نوابادی جماعت دهاتی افتخار توجه مخصوص ظاهر کرده شد. هر یک شهروندی جماعت دهات زمین های نزد حولگی خود را سمرانوک استفاده برده استودند. در حدود جماعت من کشتی بر وقتی پیاز چینده در جای خود کشتی پمیدار و جوگاری و دون من لوبیاگی ها کشت کرده استودند. خیلی که به همگان معلوم است هر یک زمین زیاده از سه حاصل گرفتن ممکن است. قابل ذکر است که ساکنان دهات بیشتر به زمین سر و کار داشته برابری آن که در میدان های وسیع خواجگی های دهقانی به کشت و پروریش و استحصال محصولات گوناگون مشغول هستند همزمان از قطعه های نزد حولگی نیز وسیع بهره برداری می نمایند زیرا با این راه می توانند اولا احتیاجات روزگار خویش را تامین نموده زیادتی آن را به بازار برآورده فایده ای الوگی به دست بیارند.
سالمی جامعه در محور اساسی سیاست پیشگرفته رهبریت عالی دولت و حکومت مملکت قرار داشته، بهره تامین شرایط ارزنده و بهتر ساختن خدمات رسانی طبی به اهالی در همه شهر و نواحی های مملکت تدبیرهای سری وقتی انجام داده می شود. این نوبت با جلب متخصصان ساحه، مرکزهای خدمات رسانی، داروخانه ها و مهمانخانه های شهری نورک با جلب متخصصان و استفاده محلول های مخصوص به ضرر گردانده شد. زیاده از 135 بینوهای استقامتی در مجموع زیاده از 216 هزار متر کوادراتی به ضرر گردانده. مؤسسه های تعلیمی و کارخانه و مؤسسه ها را به ضرر گردانده کرده شده است. در شهر نورک جهت حفظ سالمی جامعه، ذخیره و تامین دائمی بیمارخانه ها با مواد های لازمی طبابتی، به ضرر گردانی کوچه و خیابان ها و کارخانه و مؤسسه ها تدبیرهای سری وقتی عملی کرده می شود. امروز در انبارهای بیمارخانه ها محلول های به ضرر گردانی و محافظتی و مواد خرابواری ذخیره گردیده است. در پیروی از اقدام های نکی پیشوای معظم ملت محترم امام‌علی رحمان، به خاطر پیشگیری از پهنشوی کرونا ویروس، رهبریت شهر نورک معاش یک ماهه خود، کارمندان تشکیلات و اداره های دولتی و صاحبکاران وطن دوست در دایره امکانیت که مجموعاً 200 هزار سومانی را تشکیل می‌دهد، با صورت حساب مخصوص جهت پیشگیری و مبارزه بر ضد این وبای عصر گذرانیدند. در این سمت سهم صاحبکاران و شخصان سخاوتمند شهر نورک نظررس است. امروز بیمارخانه مرکزی و دیگر مؤسسه های تندرستی که به نگاه و بین و طبابت بیماران مشغول هستند، از یگان نمود دارواری، محلول های به ضرر گردانی و محافظتی و دیگر مواد های ضروری تنقیسی نمی کشند.